بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما دوستان عزیز، بنده حسین بهکار هستم. مضمون وب گرافیک شما رو تدریس میکنیم و رسیدیم به قسمت یا فصل سوم کتاب شما، معرفی مینوها در فتوشاپ. همونطور که همه شما میدانین، برای اینکه ما یک قالب حرفه‌ای و پروفشنال طراحی و دیزاین کنیم، ابزارهای مختلف وجود دارن که یکی از مهمترین و معروفترین و پر استفاده ترین ابزارها در واقع فتوشاپ هست، که خیلی محیط ساده و گرافیکی زیبایی دارد که ما میتوانیم توسط این ابزار در واقع یک صفحه وبسایت بسیار زیبا رو طراحی کنیم. و صفحه یا محیط در واقع فتوشاپ متشکل از دو بخش بود: ابزارها یا تولز ها و مینوها، که ما ابزارها رو تمام کردیم معرفیش به شما و رسیدیم حالا به مینوها. و به ادامه جلسه قبلی که ما در رابطه با پیست سپیشال در مینوی ادیت خدمت شما عزیزان صحبت کردیم، پیست سپیشال به سه بخش اساسی تقسیم بندی می شد، که پیست این پلیس چیکار میکردیم در paste in place. توسط این فرمان، توسط این دستور، ما میتوانستیم که جایی که مشخص کردیم برای کپی کردن در همانجا چیکار کنیم، پست نماییم. و پست اینتو در واقع زمانی که خواسته باشیم یک ناحیه را در داخل یک شکل، مثلا مثل دایره، مثل مثلث، مثل مربع بچسبانیم، اصلی استفاده میکنیم از این فرمان که پست اینتو هست استفاده میکنیم. و پست آوتساید، توسط این فرمان ما میتوانیم که تصویر انتخاب شده رو در بیرون ناحیه چکار کنیم، پست نماییم، که اینجا شما میبینیم. با کنترل سی در واقع ما میتوانیم که کپی کنیم و جایی که حالا اینجا انتخاب کردیم ما بریم به شکل عملی همین کار انجام بدیم. یک صفحه باز کنیم و یک تصویر اوپن کنیم از صفحه دسکتاپمان، ببینیم که چه تصویر ما داریم که همین کار انجام بدیم. حالا ما همین تصویر رو انتخاب میکنیم و یک جاشو در واقع کپی میگیریم از مینوی ادیت. کپی و جایی که حالا ما اینجا انتخاب میکنیم از قسمت ادیت، پیست سپیشال رو ما انتخاب میکنیم و پیست اینتو رو انتخاب میکنیم و داخل همان در واقع سایکلی که خودمان انتخاب کردیم پیست شد. اگر که شما از این قسمت بیاین و پیست سپیشال انتخاب کنین، حالا شما یک کپی میگیرین، کنترل سی، پیست سپیشال و کنترل در واقع اگر که ما بخش ادیت پیست سپیشال و پست کنیم، در بیرون در واقع جایی که ما انتخاب کردیم ادیت پست میشه. پس با مفهوم پست سپیشال شما آشنا شدیم که از طریق این سه تا فرمان و سه تا دستور ما میتونستیم که کار بگیریم: پست این پلیس، پست در واقع آوتساید، و بخش دیگرش که ما و شما با هم دیگر کار کردیم و دیدیم که مفهوم پست سپیشال چی هست. این از پست سپیشال ما و شما. در مینوی ادیت یک فرمان دیگری هست، یک دستور دیگری هست به نام کلیر. از کلیر ما چه وقت استفاده میکنیم؟ این فرمان مانند فرمان چی هست؟ کت هست، که ناحیه‌ای که ما انتخاب کردیم یا مکان و جایی که ما انتخاب کردیم از بین میره. ما فتوشاپ رو دوباره انتخاب میکنیم و این ناحیه، همین ناحیه‌ای که حالا چشمش هست، ما انتخاب میکنیم و از قسمت ادیت بالای کلیر کلیک میکنیم. همانند کت، در واقع کتش هست، برش دار داشت، کت در واقع کتش میکنه همون ناحیه‌ای که شما انتخاب کردین
و کلیر در واقع پاکش میکنه ناحیه‌ای که شما انتخاب کردین. اگر که کنترل زد بگیریم به حالت اولیه برمیگردیم، و یا همچنان اگر که شما بخواید به حالت اولیه برگردین از اندو از بخش مینوی فایل استفاده میکنیم. چک سپلینگ، ما از چک سپلینگ چه وقت استفاده میکنیم؟ به طور مثال شما زبانی که یک متن، یک تکست تایپ میکنه و از لحاظ املایی تکست شما اشتباه مثلا داره، یا مثلا یک حرفش یادتان رفته است، شما میخواین که چک کنین آیا که به درستی انجام شده است یا نی، چکار میکنین؟ از قسمت مینوی ادیت و بخش یا دستور یا فرمان چک سپلینگ انتخاب میکنین و کلمه یا جمله درست رو مینویسین. همین کار ما انجام میدیم، میریم بخش ادیت. در وهله اول یک متن ما میخوایم که بنویسیم، تکست رو انتخاب میکنیم و اینجا مینویسیم که یونیورسیتی. حالا ما دو تا وای میدیم که اینجا اشتباه هست. ما میخوایم که متن درستش رو بنویسیم، از قسمت ادیت میایم که چرا انتخاب میکنیم، چک سپلینگ انتخاب میکنیم. میگه که یونیورسیتی هست، با چه جمله شما میخواین که یونیورسیتی رو تغییر بدین؟ ما مینویسیم که یونیورسیتی، کلمه درستش رو و چنج رو بزنیم. اینجا میگه که سپل چک از کامپلیت، شما به شکل موفقانه ای کار میگه انجام دادین و اینجا متن ما به درستی یونیورسیتی نوشته شد. فرمان دیگری وجود داره در فتوشاپ به نام فایند اند ریپلیس تکست. با این فرمان به طور مثال یک کلمه رو شما پیدا میکنین و یک با یک کلمه دیگر چیکار میکنین؟ جایگزین میسازین. پس بنابراین با این فرمان، با این دستوری که فایند اند ریپلیسمنت هست، یک حرف یا یک کلمه‌ای که خواسته باشه ما رو با حروف و یا کلمه دیگر جا به جا بسازیم، از چه استفاده می‌کنیم در فتوشاپ؟ از Find and Replace Text استفاده می‌کنیم، که همین کار رو ما و شما بیایم انجام بدیم. بیایم بخش Edit Find، ما به طور مثال یونیورسیتی رو پیدا می‌کنیم. Find کن یونیورسیتی را، با چه تبدیلش کن؟ با سکول تبدیلش کن. چنج اگر که بزنیم، اینجا یونیورسیتی ما و شما به چی تبدیل شد؟ به سکول تبدیل شد. هم پیداش کردیم، هم در واقع تغییرش دادیم. دستور دیگر در فتوشاپ هست به نام فیل. توسط این فرمان ما می توانیم داخل شکل و یا خط انتخاب شده را رنگ یا تکسچر و یا پترن در واقع پر نماییم. توسط فعل، همونطور که از دومش پیداست، اینه پر کردن. ما یک جا را انتخاب میکنیم و جایی که انتخاب کردیم هم میتوانیم که رنگش رو تغییر بدیم، هم میتوانیم که در واقع تکسچرش رو تغییر بدیم، هم پترنش رو تغییر بدیم و جای مختلفی که خودتون مد نظرتان هست توسط فعل میتوانیم که تغییرات لازمه رو به وجود بیاریم. حالا من به حالت اولیه برمیگردم. ما اینجا رو انتخاب میکنیم و از قسمت ادیت بخش فایل ما مثلا پترن، انتخاب ما پترن هست، پترن ما این شکلی باشه و اوکی رو بزنیم. چی شد؟ جایی که انتخاب کرده بودیم از طریق پترن پر شد. حالا یک بار دیگه از اینگاه این بار رنگشو میخوایم که تغییرات به وجود بیاریم. کالر، هر رنگی که شما دوست داشته باشین اینجا انتخاب میکنین. حالا رنگ سبز ما انتخاب میکنیم، اوکی. و اپسیتیش هم اینجا خودتان میتوانین که مشخص کنین که شفافیت رنگ شما چند باشه. اینجا دیدین که البته شفافیتش کم بود، این گونه برای ما و شما نمایش داده شد. ما میخواییم که 100% باشد، که 100% برای ما و شما نمایش داده شد. پس بنابراین توسط فعل شما میتونید که پترن یا نمونه داخل متن یا داخل جایی که انتخاب کرده مشخص کنید، یا رنگ مشخص کنید، هر چیزی که شما صلاح میدونید و نظر به کارتان هست میتوانید که انجام بدید.
توسط در واقع استراک، در واقع دستور هست یا فرمان هست که می توانیم در اطراف شکلی که شما حالا انتخاب کردین یک خط بندازین. چیکار میکنین؟ حالا همین رنگی که ما انتخاب کردیم، بک‌گراندش هم میخوایم که دوری رنگی که ما انتخاب کردیم یک خط بندازیم. چیکار میکنیم؟ اینجا میایم بخش ادیت و استراک انتخاب میکنیم. داخل باشه، مرکز باشه، بیرون باشه، ما بیرونش انتخاب میکنیم. و چند باید باشه؟ ما 20 پیکسل باشه، اپسیتیش هم 100 باشه و رنگی که ما میخوایم در واقع دورو براش باشه چند باشه؟ چی باشه؟ رنگ سیاه باشه. و دیدین که در واقع دورو براش برای ما و شما به رنگ سیاه مشخص کرد. این از استراک. Content our scales، این فرمان برای تغییر شکل یک تصویر به کار برده میشه. ما از content our scales زمان استفاده میکنیم که بخوایم که در تصویرمان، در عکسمان یک تغییر به وجود بیاریم. در وهله اول من فتوشاپ باز میکنم و ببینم که عکس من، حالا در همین عکس به طور مثال ما میخوایم که یک سری تغییرات به وجود بیاریم. edit content our scales، ببینید ما چیکار کردیم. اینجاش رو انتخاب میکنه و نظر به انتخابی که شما دارین تغییرات به وجود میاد. حالا یک بار دیگه من کلیک میکنم content our scales، اینو انتخاب کرد و برای ما و شما میتونیم که تغییرش بدیم. حالا به حالت اولیش ما برمیگردیم و شما دیدید پاپت در واقع رب چیکار میکنه. پاپت رب، توسط این فرمان ما میتوانیم که یک شکل، یک تصویر رو به شکل کارتون حالا تغییر بدیم، جای مختلفش رو تغییرات به وجود بیاریم. ما تصویر رو حالا انتخاب میکنیم، بالای فرمان کلیک میکنیم، در حالا قسمتی که شما میخواید تغییرات به وجود بیارین اونجا رو میگیرین و کش میکنین. و طور مثال همین تصویری که حالا شما اینجا میبینین، ما از قسمت پاپ اپ کلیک میکنیم و چشمش رو میگیریم. ما برگردیم به حالت اولیه، این تصویر ماست، انتخاب میکنیم و ما میخوایم که حالا چشمشون به طور مثال بکشین. اینجا هست، از گوشاش میگیرین میکشین این طرف و طرف به شکل کارتون حالا شما مشخصش میکنید و خودتان هر تغییری که حالا دوست داشته باشین میتوانید که از قسمت اعمال کنین. حالا ما اگر که انتر بزنیم، تغییراتی که توسط این لازم بود ایجاد شد. این از قسمت پاپ اپ. پرسپکتیو وارپ در واقع این نوع چه فرمان هست، چه دستور هست. شما به طور مثال یک ساختمان رو کار میکنین، دیزاین میکنین، این ساختمان شما ویو دارد، منظره دارد، جای دید دارد، فضای سبز دارد، ولی در تصویر شما به وجود، تصویر شما نمایانگر این فضا نیست، این در واقع فضای سبزش نیست. شما از این طریق میتوانین که حالا تصویر اولی ما رو ببینید و تصویر دوم و سوم ما رو ببینید. در تصویر اول فقط خود ساختمان برای شما نمایش داده میشه، در تصویر دوم سرک ساختمان نمایش داده میشه و در تصویر سوم چی نمایش داده میشه؟ در واقع فضای سبز حولی ساختمان شما نشان داده میشه. برای این کار میگه که تصویر را باز میکنید و از قسمت پرسپکتیو وارپ کلیک میکنین، بالای تصویر از جایی که حالا ما میخوایم تغییر بیاریم کلیک نموده و کش میکنیم. از جایی که ما میخوایم تغییرات به وجود بیاد همونجا کلیک میکنیم و کش میکنیم. بعد دکمه انتر را فشار میدیم و از کنجی که حالا میخوایم تغییر به وجود بیاریم کش میکنیم تا که تغییرات ما و شما اعمال بشه و انتر را فشار میدیم. که متاسفانه ما
همچون عکسی ندارم، ولی شما اینجا میبینین که هر قسمتی که شما دوست داشته باشین کلیک میکنین و بالای قسمت دیگه هم کلیک میکنین، انتر بزنین، تغییرات که لازم است به وجود خواهد آمد. پس بنابراین در این جلسه هم در رابطه با بعضی از مینوهای فتوشاپ با شما صحبت کردیم، مینوهای مهم خدمت شما بیان کردیم. ادامه این موضوعات جلسه آینده با شما عزیزان بحث خواهیم کرد. شاد و موفق و پیروز کامگار باشین. روز بر همه شما خوش.